الان نام عبدالرضا شهید در فاصله کوتاهی همگیر شد، فواصل جغرافیایی رو طی کرد، از گوهردشت تا ماهیدشت، بعد اشرف، از اشرف تا نیویورک، تا ژنو، پارلمان اروپا. و شما هم در تماس هایی که داشتید با هموطنان آزاده و شریفمون در نیویورک و ژنو و همینطور پارلمان اروپا با حامیان مقاومت صحبت کردید و تشکر کردید، کمابیش ما در اخبار در جریان اینا هستیم. حالا در انتهای این گفتگو از شما میخوام که فرض کنید که همین گفتگو زمینه برای تماس با جوانهای ایرانی، مثل همون تماسهایی که داشتید با همشهریاتون تو ماهیدشت. میخوام در انتهای این گفتگوی صمیمی که با هم داشتیم خطاب به همشهریاتون، به دوستانتون در ماهیدشت، و اگر یک کدومتون کردی صحبت کنین چه بهتر، جمله آخر برنامه ما رو هم بگید از زبان خودتون. از عرفان شروع کنیم. من به نوبه خودم به عنوان پسر عبدالرضا خیلی لمردم شریف مایست تشکر کنم. خیلی خیلی خوشحالم کردین که ما اولا نیم، ولی جیم پر کردین، این مراسم را گردین و یک ما اولا نیم خیلی احساس تنیا کردیم که الان چه بود بعد شهادت بابا، ولی بعدیم خیلی خوشحالیم، خیلی احساس افتخار کردم که ایجو فامیلی لیدرم، ایجو همسری لیدرم، لیدرم که اونا او سرایت هم نوه نوه اقوانی لیوستان و او مراسم ها بردن، مراسم ها خیلی قشنگی اره خوام که اره احساس زنبیم کردم، احساس کردم دیگ یک پشوانی درم اره آنده که روزی که این روزه نو ایلا وشم نارتی وشم روزه سات سین او روزه که توی بایم نو ایران ای داخونه ایلا تارمار بکیم هرچی دیرن برشیم یکو انسال که او روزه رسید و مردم من آزاد کیم نجی خودانیش که زانی چه سراتی گست انسال که او روزه برسید و بله و سر آخونه ایلا باریم که دید ویاد هنیه چو که ویاد مردم کشوری ایلا خارجی بود که یعنی این مردم شریف و دلیل کردستان، چه کردستان، چه ایران، چه بله سر آخونه ایلا آوردن که نه تاریخ صفت مثال که رجب رسید انشاءالله. متشکرم، شما بفرمایید.